توی این ویدیو یاد میگیریم چطوری تصویری که خارج از فوکوس ضبط شده رو دوباره شارپ کنیم. با من همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من نیما شاعری هستم و با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های نرم افزار پریمیر در خدمتتونم. اگه کانال رو سابسکرایب نکردید، همین الان این کارو انجام بدید. و اگه آموزش خاصی مد نظرتون هست، توی قسمت کامنت‌ها برام بنویسید که حتما براتون آماده کنم. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب دوستان، در مرحله اول شما باید ویدیوتون رو وارد پنجره تایملاین کرده باشید. بعد از اون میایم از قسمت افکس تایپ می‌کنیم آن شارپ ماسک، اونو روی لایه‌مون اعمال می‌کنیم و میریم داخل پنجره افکت کنترلز. ببین، شما الان اگه دقت کنید می‌بینید که تصویر فلو یا تاره، یعنی خارج از فوکوس ضبط شده. حالا به هر طریقی به هر شرایطی سر صحنه این اتفاق افتاده. سه تا پارامتر داره آن شارپ ماسک: اولی اماونت، دومی رادیوس و سومی ترشهولد. اگر اماونت رو بالا ببرم اون اتفاق معجزه‌آسا رخ میده. ببینید، فکر می‌کنم 200 کافی باشه برای این پلان. تصویر کاملا فوکوس شد. اگر من رادیوس رو بالا ببرم اون نواحی که آن شارپ ماسک توش اتفاق میفته قابل رؤیت میشه و نقاط تیز رو شروع میکنه کمتر کردن، یعنی لبه ها رو کاهش میده. پس من اینو برمیگردم روی همون یک. توی پارامتر آخر، یعنی همون ترشهولد، اگر من ترشهولد رو روی یک بذارم میبینید که کاملا دوباره برگشت به حالت اولیه، و اگر روی صفر بذارم که همه اتفاقات انجام شده است. نکته ای که این پارامتر داره اینه که شما این فلش این بغل رو اگر بزنید میتونید خیلی ظریف‌تر اینو تغییر بدید، چون عدد ترشهولد بین 0 و 1 فقط تغییر میکنه، ولی از این طریق شما میتونید میزانش رو خیلی ذره‌ای تغییر بدید. مثلا اینجا ها فکر میکنم خوب باشه، سر بالاتر یه مقدار بالاتر میبرم اماونت رو، روی 300، حتی روی 400 فکر میکنم مناسب تر باشه، و در نهایت نتیجه به این شکلی میشه که میبینید. ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. برای ویدیوهای بیشتر حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید.